کلاه من زیر درخت آلبالو گم شده. سلام، من موزیک پزای خفن، چطور میتورین؟ خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب خودتون کانال مستر شک. آقا میخوایم بریم سراغ موزیک ویدیو قاصدک از اشوان. این که چرا بین موزیک و موزیک ویدیوش اینقدر وقفه افتاد؟ تقریبا موزیک ویدیوش فکر میکنم 4 روز پیش منتشر شد. این که چرا اینقدر وقفه افتاد 4 روز رو میگم بهتون جلوتر. بریم بیاییم. خب الان رفتیم اومدیم. قبل از اینکه هر کاری بکنیم لطفا اگه تا الان سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، زنگوله کلاش فعال کنین، لایک کامنت یادتون نره، یه دکمه هست دیگه بزنین روش باعث دلخوشی ما، دمتون گرم. آقا یه مشکلات کپی رایتی داشت آهنگ قاصدک اشوان که من سعی کردم اونا رو برطرف کنم. منتظر بودم جواب اون بیاد و جواب اون که اومد دیگه اوکی شد، خیالم راحت شد که میتونیم موزیک ویدیوش هم با خیال راحت و چی میگن آرامش خاطر ببینیم و با هم یه تماشا کنیم. من تو این چند روز حتی تیزرش هم نگاه نکردم و حتی نمیدونم کارگردانش کیه. کارگردان کلیپ قبلی سپر وکیلی بود که انصافا هم خوش ساخت و خفن و قشنگ ترکیبش میشه خشنگ. توی کامنت ها یه خشنگ بنویسیم به نظرم جایی دوری نمیره. بریم بشنویم، یعنی ببینیم. شنیدن که شنیدیم، اگه تا الان ریاکشن آهنگش هم ندیدیم، من در مورد آهنگش توی ویدیو خودش صحبت کردم، الان در مورد موزیک ویدیو قرار صحبت بکنیم. چیزی که متوجه شدیم توی این اخیراً، یعنی توی این چند ساله، اشوان دنبال موزیک ویدیوهای سناریو دار و چجوری بگم فیلم کوتاه ماننده و همینجوری هم که الان مشخصه آهنگ فیلم کنم خودش 3 دقیقه 3 دقیقه و نیم بود ولی موزیک ویدیوش 7 دقیقه و 31 ثانیه است. مشخصه که یه حرکت هایی توش زده که بازم ما یاد همون فیلم مانند میفتیم. 1 2 3 آرزو میشه شما ببندم و باز کنم ببینم همه اینا فقط یه خوابه. توفنگ دستش بود. بنداز نه هیچی نگو این برای من. کاش که جایی یه نفر من از خواب بیدار کنم. آقا دوست داره پیتزا. نمیتونستی باز پیش اینا سفره داری تو باز نکنی نه؟ او همه چی از این مهمونی های به اصطلاح دوستانه شروع میشه، یا چشم و همچشمیه یا یکی یه چیزی میگه یه داستانی میشه. حالا بیا درستش کن. حرفای باحالی میزنید اتفاقا. حالا اون محبوب نیست و بدبخت عالم مایی ما خوش همون. یه چیز جدیدیه که ما حالا محبوب نیست اینو که دیگه همه میدونن. صداش او این بد گفت، خدایی بد گفت. اگر بخواییم منصفانه منم جایی طرف بودم ناراحت میشدم. میگه کاش ما هم بیشتر هم دیگر میشناختیم، یعنی مثلا ما الان پشیمونیم. چه حرفی جلوی مهمون قشنگ نیست. دارم تو رو تعامل میکنم و همین میدونم. او تو داری من تعامل میکنی؟ آره. چیه حالا من ریختت به هم میخورم. من قیافت از این زندگی گندی که برام ساختی. یادم نمیاد آخرین بار که یه سایدل خندیدم. تمرین کن. که یه سایدل نفس کش. ناراحت شد رفت. اشی ناراحت شد. واقعا بد گفت. دختره بد گفت. جلوی مهمون نبود. جای مهمون، یعنی جلوی مهمون این حرفا زدن نداره. میگن هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. درسته؟ سناریوش قشنگ بود. همین اولش انصافا منو گرفت. قشنگ درگیر شدم. بیا حالت هم من بعد آدم چرب زد بچه تو میارم پایین. صدا تو بیار پایین. زندگی من صدا تو میاری پایین. دیگه حالم از این مظلوم نمایات به هم میخوره. دهنم صاف کردی اینم سال. چه قشنگ با حس نوید محمدزاده تور گفتش دهنم و صافتیه. گوش کن بعد آدم چرب زد بچه تو میارم پایین. صدا تو بیار پایین خونه زندگی من. صدا تو میاری پایین. دیگه حالم از این مظلوم نمایات به هم میخوره. دهنم صاف کردی اینم سال. دیگه نمیکشم. دیگه تو خونه زندگی پیدا نمیشه. خدایی اشوان خواننده. بله مرسی از همسایه محترم که داره دریل کاری میکنه.
اشوان اگر خواننده‌ام نمی‌شد انصافاً بازیگر خفنی می‌شد. خدایی نقش رئال هم بهش میدادن. داداش خفه شو. بریم. الکی می‌خندم. حرف می‌زنم. اسمت هم یادم نمیاد. بدبخت. شاید اینجوری یادم بره که چند سال مردم. این بده. اینقدر غرق داستان تمام کنیم، اینقدر غرق داستان شدم که اصلا یادم نمیاد قاصدک خود آهنگش موضوعش چی بود. یه دقیقه. 5 minutes later. خب الان پنجره رو بستم، امیدوارم بهتر شده باشه. بریم ادامه شو. داشتم اینو میگفتم، موضوع آهنگر رو یادم رفته، اینقدر غرق داستان ویدیوش شدم الان. این بده، این یعنی خوبه به نظرم، به عنوان برای یه موزیک ویدیو خوبه که اینقدر رئال باشه. الشان کارگردانش دمش گرم. نویسنده سناریو کی بوده؟ مثل یه خاطر وقتی که مرورم نکنی میمیرم. واقعا گرفتن این ویدیو مسائل خاص خودش رو داره. اون از این که چند روز به تأخیر افتاد، این هم از این که یکی دریل میزد، یکی داشت نمیدونم چی کار میکرد، میخ به دیوار میکرد و الان هم که اینترنت. ولی الان دیگه میریم که دوباره ببینیم که چجوریه. برو ببخشید بازم بابت تأخیر. توضاشم از اول که اوکی بشه انشالله. ساعت اینترنت شما هم ضعیف شده، خیلی ضعیف. مثل یه خاطر وقتی که مرورم نکنی میمیرم. مثل یه قاصدکم عشق تو که با کنی از دست میرم. نمیدونم آخه بی معرفت من تو چی کم داشتی. لااقل دو تا دونه خاطره خوب که ازم داشتی. بگو چرا چی شد یه شب قدیسی آرا. این که بدگیرانشو اینقدر فکر کردن به نظر خیلی باحالا. نکن درخت ها رو یهو از زیر روشن میشه. آمشم یه جوری تو رفتی نزاشتی واسه جدایی آماده شم. میگی بری آروم میشم رسیده به مامارشم. نمیدونی بیرحم آخر دلتنگی های آخر شم. بگو چرا چی شد یه شب تدی زیر آرامشم. یه جوری تو رفتی نزاشتی واسه جدایی آماده شم. میگی بری آروم میشم رسیده به مامارشم. نمیدونی بیرحم آخه دلتنگی های آخر شم. دلتنگی های آخر شم. هایی دوباره یه تیکه مثلا جز سناریوی فیلم باشه یا یعنی سناریوی موزیک ویدیو باشه که برن توی مکالمه به نظرم خیلی جذاب تر میشه. تا همین الان هم موزیک ویدیو جذابی بوده انصافا. بگو چرا چی شد یه شب زدی زیر آرامشم. زدی زیر آرامشم. بعد این حرکت نمادینشون هم خیلی باحال بود، اینکه تا تفنگ زد از این اسمش چیه؟ فشفشه هایی که مثلا برای پیدا کردن مثلا من اینجام این داستان ها، یعنی اونو که کش خودش هم گم شد میخواد پیدا بشه. اینش من برداشتی کردم باحال بود. برگام نگو که اونی که زد خودش بود. کیو زد؟
واقعا برگام واسه یه موزیک ویدیو اشوان جدیدن داره چه کارایی میکنه. موزیک ویدیو قبلیش هم خیلی خفن بود. برگام چقدر فداکاری، چقدر این فداکاری ها چرا دیده نمیشه از سمت این پسرهای مظلوم دوست داشتنی؟ واقعا چرا دیده نمیشه؟ نکن دختره تصادف کرد در حال چی میگن بحث و جدل و دعوا بودن، اما چی نذاش دختر مقصر جلوه داده بشه و خودش اومد پشت فرمون نشست. مرد توی بریم بعدش چی میشه؟ خدای خفنه اصلا. چی شد؟ تفنگ چرا گرفتی دستت داداش؟ تو یکی رو با ماشین زدی، نگو که میخوای بگی اینم کشتی. یادم یکی میگفت نمیتونی به بهش برسی بدون اینکه از جهنم رد. این دکلمه هاش یکم حالت قورباغه تور رو من دست میده. سریال قورباغه دقیقا همینجوری بود مکالمه هاش بشی. دکلمه هاش راست میگفت. من الان درست وسط جهنم. خب وایسادی تا پلیس بیاد که روش پلیس روش اسلحه بکشی؟ این فاز چیه؟ انگار دنیا داشت از ما انتقام میگرفت. در رو تک تک روزایی که کنار هم بودیم و درست زندگی نکرد. این بار همه تقصیر را گردن من. آخرش یه یکم هالیوودی که نمیشه گفت، داره بالیوودیش میکنه. یعنی تا اینجایی که دیدم خیلی درجه یک بوده، ولی اینجا رو نمیدونم حس میکنم یکم زیاده روی دیگه اگزاجره طور داره پیش میره. چرا؟ دوستش داشتم بیشتر از بودم. فاز اون اسلحه رو من نفهمیدم. بعد پلیس چه لباسه شبیه پلیسای آلمانه؟ مگه تو ایران نیست؟ نه خارج زاران. آره پلیس نمیدونم مال کجاست ولی خارجه. بچه ها هزینه کردن و رفتن خارج. شاید هم ایران بود لباسشون فاده. دلم میگه بیام پیشت عقل من ایمان میشه تفتک این دلم که مثل بچه ها فانه میشه دلم آباز با خنده ها. چرا لباس نارنجی شبیه لباس آتش نشان ها بهش دادن نه زندانی ها. از تو سینم بکنده و نشنوم هر فاشت سره هر شبت نگذره و بگو چرا چی شد یه شب زدی زیر آرامشم یه جوری تو رفتی نزاشتی واسه جدایی آماده شم میگی بری یارو میشم رسیده به مامارشم نمیدونی بیرحم آخده سنگی های آخر شب بگو چرا چی شد شب بعدی زیر آرامشم یه جوری تو رفتی نزاشتی واسه جدایی آمارشم میگی بری یارو میشم رسیده به مامارشم نمیدونی بیرحم آخ دل سنگی های آخر شب. نگو که همه اینا رو داشتی خواب میدیدی. یه تلخی بی پایان، یه پایان تلخ. من پایان تلخ رو انتخاب کردم. یه تلخی بی پایان، یه پایان تلخ. با پلیس هم مثلا دعوا رو انداخت، اسلحه کشید که ببرنش تو زندان دیگه نیاد بیرون اینو ببینه این خانومه رو. درسته؟ چیکار میکنی تو؟ من نذارم اصلا تبلیغی بره.
خلاصه که اینج... بابا ول کن دو دقیقه اومدیم خودت رو میشه یه دقیقه بیخیال چی؟ موزیک ویدیو خیلی قدر بود، خدای قدر بود، ولی آخرش رو به نظرم یکم زیاد روی بود در کل، ولی شدیداً میپسندم این سبک جدید اشوانو که داره موزیک ویدیوهای خیلی خفنی درست میکنه. دمتون گرم که تا آخر نگاه کردید، امیدوارم لذت برده باشین. من لذت بردم انصافاً از این حجم با کیفیت بودن، یعنی هم این موزیک ویدیوش، هم موزیک ویدیوهای قبلی، هم موزیکی که داره تولید میکنه، انصافاً با کیفیت. ایشالله قسمت همه خواننده هامون. خیلی شکریم. سابسکرایب یادتون نره، زنگ بزنید، لایک، کامنت قربان شما هستم. چک. به مرتضی علی تو بگو بد خدا داشته باشی، به مرتضی علی با دندونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مالا ولت نمی کنم تو داشی نهی تایتون گم آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار